من بنیانگذار سنگ قضیه بهروزم. در سال 56 با فروش حلقه ازدواج خانومم و دستبند و این چیزا بهروز رو در آشپزخونه راه انداختم. اون بهروز که آشپزخونه توی جرسی زندگی بود شد واحد نمونه یک کشوری در مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و خیلی جاهای دیگه. من بیش از 400 لوح تقدیر تندیس گرفتم در طول این 30 خورده سال. یه گروهی رفتار کردم که مردم جواب مثبت من دادن، یعنی با خرید کالای من بدون هیچ کدوم پشتیبانی مالی اقتصادی نمیدونم پارتی رشد کردن، رشد تولید کردن. در سال 87 همکار ظاهرا شرکت تولیدی بهروز کیوان پورداد، آقایی به نام محمد امامی معرفی کرد به عنوان مشاور در واقع سرمایه‌گذاری و دارایی و بانک و از این مطالب. بذار با آقای دلاویز اینا در واقع اومده بودن که تشکیلات من یه جوری مسائل اقتصادی که اون تاریخ همه صنعت بهش در واقع مبتلا شده بودن ما رو از این ورطه گرفتاری اقتصادی نجات بدن. خب ما هم قبول داشتیم و باعث اون مالی رو بهشون سپرده بودیم که مشاور مالی باشن. این شکل ظاهر بود. بعدها فهمیدم که این آقای محمد امامی با دلاویز مدیر مالی من آقای طهماسبی بود، با اینا در واقع با هم یکی شده بودن و که من سال 87 88 89 سه سال ایستادم مقاومت کردم که بتونم یه وامی بگیرم این تشکیلات بهروز رو اداره بکنم، ادامهش بدم، که نشد. و همین آقای امامی به من توصیه کردن که ما یه خریدار خیلی خوب داریم که اینجا رو میخره. من ناچار شدم دیگه که این واگذار کنم. یه آقای اومدن 56 عید سال 90 آمدن و رفتن واحد رو دیدن و آمدن و خریدار آقای بود به نام امیر فرزان راد که میگفتن پزشکه که دکتر نبوده، تموم نکرد تحصیلاتشو. این به اضافه برادرش که ایران، اون یکی بعد از چند ماه بعد یک سال در واقع ایران رو ترک کرد. اینا نگو از قبل سندسازی میکردن. امامی و دلاویز و اینا رو یه تیمی بودن که وقتی یه جا میرفتن تیمی عمل میکردن و خوصه از دست بودن بودن دیگه. من دلاویز از قبل میشناختمش ولی محمد امامی رو اونجا شناختمش. احسان دلاویز متهم پرونده بانک سرمایه در یکی از جلسات دادگاه از نحوه آشناییش با یکی از بنیانگذاران صنعت غذایی میگه و میگه سال 82 سالنامه جوان رو داشتم که بعد به جشنواره قهرمانان صنعت تبدیل شد و زمینه آشنایی من رو با فعالین اقتصادی فراهم کرد، از جمله یکی از بنیانگذاران صنعت غذایی که تو این جشنواره مورد تجلیل قرار گرفت و بعدها که دچار مشکلات مالی و بدهی بانکی شد ما واسطه خرید برند اون شدیم. حالا میدونیم که بهروز فروتن برگزیده جشنواره قهرمانان صنعت در سال 84 همون قهرمان بخت برگشته مد نظر دلاویزه. گمونم به اینه، من این حدس میزنم که اینا شرکت هایی که گرفتار مالی بودن ولی خوشنام بودن رو انتخاب میکردن بعد میدن سراغشون به عنوان مشاور. فروردین سال 90 در واقع قرارداد رو امضا کردیم. اصل قضیه معامله که قیمتش بالاتر از 100 میلیارد بود ولی اومدن تخفیف گرفتن، گفتن اعلام میکنیم انجام میدیم پول میدیم. انتهای قضیه شد 60 میلیارد تومان. خب که ما حدود 30 تومنش مثلا به بانک ها بدهکار بودیم، مقدار بقیش هم به افراد و بازار و از این مطالب. شرط خریدشون این بود که ظرف دو ماه کلیه چک هایی که مربوط به شرکت هست و مربوط به من هست که ضمانت کردم و املاک من رو همه رو آزاد کنن، املاکی که در گروه بانک ولی شخصیه و تا امروز که من خدمت شما نشستم کاملا این قضیه اتفاق نیفتاد. املاک من آزاد نکردن، چکای من رو ندادن، جرایم من ندادن، به جای همه اینها به من چک دادن. چک رو توسط عوامل روی دادگستری وقت اون روز در واقع ابطال اعلام کردن و از این اتفاقات. رفتم شکایت بکنم که چک هم رو اقلا وصول کنم که نمیدن. بازپرس وقت دادگستری من بردم اونجا و بعد دیدم این آقای بازپرس من داره بازداشت میکنه. گفتم چرا بازداشت میکنی؟ گفت میگن که چکا جعلیه، چکا امضاش غلطه، معارض. گفتم آقا صحت داره؟ یه سالیم دو سال ما اونجا فقط میرفتیم میامدیم به جایی هم نرسیدیم. گروه وکلاشون نمیدونم چیکار میکرد که خود هر کجا میرفت در براش باز بود و ما هر کجا میرفتیم در اسمو بسته. یه وکیلی داشت از روز اول، این وکیل که اخیرا مثل این که براش حادثه پیش اومد به نام آقای حمید آجیان، گفت چون هر کار دلتون بخواد بکنید. پشتش قرص بود، خیلی قرص بود. جملاتی به من میگفتن در مقابل همین ف
فرشاد. سادش این که ایشون هیچ کاری است، هر کاری بکنم من باید بکنم، من باید تصمیم بگیرم. هر کاری دلت بخواد آقای فروتن بکن، کجا میدی که بتونی موفق بشی؟ و درست هم میکنم. در ادامه این قضیه وقتی که من نگران شدم تو همون تابستون قضیه بود که تونستم با آقای فتیپور تو مجلس که بسیار مرد محترمی است اقتصادیه باشون مذاکره کردم، چون شناختی از من داشتن یک نامه‌ای هم نوشتم به مقام امنیتی کشور که به فروتن این کالافین شخصیت اجتماعی از این حرفا، ولی باز با این ترتیب باز توجه پیدا نشد و این همچنان ادامه پیدا کرد. یه روزی همین آقای فرزانزاد آمدش گفته که شما اول شکایت کردین به وزیر وقت اطلاعات، حسب نامه‌ای که آقای فتیپور نوشته بودن گفتم بله، خوب این آمد نامه خودم. حالا خوشبختانه در واقع این حرکتی که اخیراً در سیستم قضایی کشور شده که داره تفحص میکنه که نگاه های ماندگاری در صنعت باقی بمونه و یا حق به حق دار برسه، بارقه امیدیه که شاید من بتونم دوباره بچه دستفتمون تا آغوشم بگیرم. بعد از این 6-7 سال فهمیدم که اولش در سال کاشوی سازمانیاری گسترش داشته، از من تمرین رو من کردن، شروع کردن و شروع کردن یواشاش این کار رو حاضر کردن. مدل ورود به یه مجموعه به عنوان مشاور و بعد طراحی سوء جریان‌های داخل اون مجموعه دقیقاً در بانک سرمایه هم تکرار میشه. ایشان در جلسه گذشته اعلان کردند که هیچ سمتی در بانک سرمایه نداشتن. این حکم جناب آقای بخشایش است برای آقای احسان دلاویز. آقای احسان دلاویز ببینیم جلیه یا نه؟ آقای بخشایش ایشون رو به عنوان مدیر مشاور خودشون و مدیر روابط عمومی و بین الملل بانک سرمایه منصوب کردن. آقای دلاویز میفرمایند که این رو ندید. خب آقای دلاویز این رو ندید. آقای دلاویز این رو کی امضا کرده؟ آقای دلاویز نامه‌ای با سربرگ بانک سرمایه خطاب به اشخاص دیگران امضا می‌کنن با سربرگ بانک سرمایه و به دیگران تبریک میگن. موارد متعددی است و در اونجا هم خودشون رو سمتشون رو اعلام می‌کنن، مشاور مدیر عامل بانک سرمایه. در اینجا اعلام میکنم مشاور ارتباطات و بین الملل مدیر عامل. تو قسمت بعدی به این ورود و مهر چینی های شبکه امامی در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان میپردازیم.